گذشت زمانی نشانه‌های قیامت آشکار می شود. روز قیامت زمانی است که تمام افراد اعم از درستکار و بدکار در مکان مشخصی جمع می شوند و برای پاسخگویی به حساب خود حاضر می شوند. در این ویدیو به نشانه‌های قیامت طبق گفته امامان و پیشوایان و آیات قرآن پرداختیم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. از معانی کلمه آخر زمان میتوان به مفهوم نسبی آن اشاره کرد، به این شکل که به طور نمونه در زمان امروز از هجرت پیامبر تا کنون 1400 سال گذشته است. در آن زمان که پیامبر به رسالت توسط وحی رسیده بود، با مقام پیامبری از نشانه‌های قیامت و آخر زمان این گونه گفت که زمان رسیدن به آن 500، 1000 و یا شاید 2000 سال است و بعد از گذشت این زمان می توان گفت که در چه زمانی رخ می دهد. آشنایی با نشانه های قیامت. طبق گفته های اسلام، روز رستاخیز، روزی که تمام انسانها و آدمی جهانیان به خواست و اراده خداوند در محضر او جمع می شوند و بابت اعمالی که در این دنیا انجام دادند حساب پس می دهند. بعد از این زمان اتفاقهای بسیار شگفتانگیزی در زمینه آسمان روی می دهد که به نام اشراط الساعت شناخته می شود. طبق گفته قرآن کریم و روایات، هیچ کسی جز خداوند متعال بر روز دقیق قیامت آگاه نمی باشد. برای حسابرسی و بررسی تمامی اعمال انسانها، علاوه بر اعمالی که به صورت پنهان و عینی انجام شده است، نامه‌ای به دست او قرار داده می شود. نامه‌ای که به دست چپ داده شد به معنای این است که اهل دوزخ است. اگر نامه به دست راست داده شود، بدین منظور که فردی نیکوکار بود و اهل بهشت و رستگار. همچنین در این شرایط شاهدانی وجود دارد که بر حقایق و انکارات گواهی می دهند. نشانه های قیامت. قبل از برگزاری روز قیامت اتفاقاتی روی می دهد که به آن اشراط الساعت گفته می شود. قرآن کریم به برخی از این نشانه ها اشاره کرده است که در ادامه به معرفی برخی از آنها اشاره می شود. برهم ریختن کوهها، روان شدن دریاها، ایجاد زلزله های عظیم و خراب کننده، تاریک شدن خورشید، تاریک شدن ماه، تاریک شدن ستارگان، شکافته شدن آسمان، دمیده شدن ثور توسط اسرافیل. مکان قیامت. برخی از مردم علاوه بر داشتن سوالات از نشانه‌های قیامت درباره مکان آن نیز سوال می‌پرسند. طبق روایات قرآن در روز قیامت تنانی مردگان به طور ناگهانی و یکباره با قدرت و اذن خداوند دوباره زنده می‌شوند، به اینکه از قبر بیرون آیند و به سوی صحرای محشر بزرگ حضور پیدا کنند تا به حساب آنان رسیدگی شود. در این رابطه قابل ذکر است که مکان حضور حسابرسی افراد مکانی بزرگ است که در باور و تخیل انسان نمی گنجد، اما طبق آیات قرآن مشخص است که آسمان و زمین تغییر بسیاری می کند. در این شرایط فضایی به وجود آمده تا افراد در آن حضور پیدا کنند و به تمامی اعمال و رفتار خود در این دنیا جواب دهند. میزان نشانه‌های قیامت. در قرآن برای میزان نشانه‌های قیامت و مقدار آن دو آیه وجود دارد. به این صورت 1000 سال و 50000 سال که بر اساس روایتی از امام صادق علیه السلام می‌فرماید قیامت 50 موقف و ایستگاه دارد که عبور از هر موقف 1000 سال طول می‌کشد. حسابرسی. مهمترین اقدام در روز قیامت حسابرسی اعمال بندگان و بررسی آنها می باشد. این بررسی ها بر اساس قوانینی است که خداوند در قالب آموزه های اعتقادی و عملی توسط پیامبران به مردم ابلاغ کرده است. هر کس مسئول عملکرد خود می باشد و هیچ کس نمی تواند بار گناه دیگری را به دوش بکشد. در این زمان به هیچ کس ظلم نخواهد شد. در زمان حسابرسی برخی سوالات پرسیده می شود که در ادامه بیان می شود. نعمت‌های مادی و معنوی خداوند، از مجرمان درباره گناهان اعتقادی، عملی و اخلاقی، از مشرکان درباره رفتارشان با پیامبر، از دختران برای زنده به گور شدن، در مورد عمر، در مورد مال و ثروت، در مورد اعمال و رفتار، در مورد محبت اهل خانواده. پل صراط. طبق گفته های اسلامی پل صراط پلی است در دوزخ که در مسیر بهشت قرار گرفته است. همه انسان ها باید از آن عبور کنند، به این صورت که افراد نیکوکار و درستکار از آن به سرعت عبور می کنند و بدکاران بعد از سقوط کردن به جهنم منتقل می شوند. همچنین در برخی روایات سرعت عبور مردم از این پل وابسته به میزان ایمان، اخلاص، عمل صالح است که در این دنیا انجام دادند. طبق گفته پیامبر اکرم در وصف این حال این گونه گفته است که در دوزخ پلی باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر وجود دارد. انسانها در قیامت به چه اشکالی دیده می شوند؟ رسول خدا در این باره می‌فرمایند که همه مردم در روز قیامت برهنه می‌شوند و خدای متعال 10 گروه از امت خود را در روز قیامت از صف مسلمانان جدا می‌کند و قیافه‌هایشان را تغییر می‌دهد. این 10 گروه به این ترتیب می‌باشند: سخنچینان که به شکل میمون در می‌آیند، حرامخواران که به شکل خوک در می‌آیند، رباخاران که وارونه وارد محشر می شوند، حاکمان ظالم که کور وارد میدان می شوند، افراد خودخواه و خودپسند که به صورت گنگ و نامفهوم در می آیند، حاکمان بی عمل که زبانشان را می جوند و چرک از دهانشان بیرون می آید، آزار دهندگان همسایه که با دست و پای بریده وارد می شوند، آنهایی که دو به همزنی می کنند در شاخه های آویزان شده مشاهده می شوند، شهوترانان و کسانی که خمس و زکات نمی پردازند با بوی بدتر از مردار وارد می شوند، تکبر کنندگان که با لباس های آتشین حاضر می شوند. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.